یک مثلا آشپز باشید، یک کسی باشید که مثلا کیک درست میکنه، یک کسی باشید که نقاشه، عکاسه، هر هنری که داشته باشید. خب دارم روند حرفه‌ای شدن رو از اون ابتدا تا با نقطه اوج میگم. شما شروع میکنید به هنر خودتون تلاش میکنید و معمولا وقتی شروع به اون کارتون میکنید یک سری آدم هایی هستن دور و برتون که به هر حال دوستاتون هستن، دوستای نزدیکتون هستن و گهگداری بهتون کمک میکنن، حتی برای اینکه خودشون رو ثابت کنن به شما یه چند تا قدم هم بر میدارن. بعد همینطور که شما تلاشتون رو ادامه میدید مستمر میشه قضیه و یواش یواش پای به دنیای حرفه‌ای میذارید، یواش یواش دور و برتون خلوت میشه. یعنی اگه دور و برتون 50 نفر آدم باشه، یواش یواش میبینید که 50 نفر میشه 10 نفر، 10 نفر میشه 2 نفر و همینطور همین روند ادامه پیدا میکنه تا جایی که اون اوایل فقط از این پیشرفت شما، حالا هر چیزی که هست، هر درجه‌ای که هست، شاید ریاکشناشون اینطوری باشه که خیلی مثلا حرکتی نشون ندن، یعنی حرکتی انجام ندن که به ضرر شما باشه و در نهایتش مثلا سکوت اختیار کنن. یعنی یک آدم خونسا، یعنی شروع میکنه آدم‌های خونسا دور و برتون زیاد شدن و تقریبا همه آدم‌های دور و برتون خونسا میشن. خونسا یعنی اینکه نه ضربه‌ای بهتون میزنن و نه اینکه حالا مثلا به موفقیتتون کمک میکنن، اما همینطور ادامه میدید، میایید بالاتر و حرفه‌ای تر میشید، از سطح شهرستان میایید به سطح کشور و همینطور بالاتر. خب همینطور که میایید در واقع اون لول حرفه‌ای شدنتون از شهر خارج میشه. خب یه لحظه اجازه بدید آقا، من الان میخواد چیکار دارم میکنه؟ الان ول کن، الان من دارم لایو میذارم، وسایل لایو یه لحظه ول کن، من خودم انجام میدم، همه رو میذارم اونجا نایل نیست، من میدونم تو الان حواست نیست، سر و صداتون همه میره تو لایو، ولش کن اصلا من خودم انجام میدم. حالا ببینم باز کاری دوباره پیدا نمیکنه دور و بر من. خب پس حرفه‌ای ترتون یه روند حرفه‌ای شدن ادامه پیدا میکنه. من چون میخوام این لایو رو سیو کنم، میگم که این در نهایتش سیوش میکنم که برای دوستانی که شاید به درد خیلی ها بخوره. و از یه جایی به بعد اونهایی که دوستای نزدیکتون هستن و کسانی هستن که تا چند وقت قبل شاید بهتون خیلی کمک میکردن، یواش یواش شروع میکنن به نظر دادن در مورد کار شما. حالا طرف مثلا هیچی نمیدونه ولی میاد مثلا به شما دوستانه یه نظراتی میده و اینجا یک مقدار علائم خطره، اینجا رو درک کنید، این قضیه رو بدونید، چون در واقع حسادت دشمن که دشمنه مشخص. از موقعی که شما کارتون رو شروع میکنید، کارهایی که میکنن حالا نسبت به شما، حالا اون فضا سازی هایی که ایجاد میکنن، چوب لا چرختون میندازه، اینا که مشخص، اصلا بحثش جداست که معمولا هم وقتی حرفه‌ای میشید، حرفه‌ای هر چقدر حرفه‌ای تر میشید اون جبهه بیشتر میشه. اینا رو میگم چون تجربه چندین ساله خودمه و من خیلی سرتت بودم. یعنی من دکتر هلاکویی اون موقع گوش میدادم، یه چیزی گفت که من دقیقا به حرفش گوش دادم و واقعا باور کنید هیچ کسی در دنیا وجود نداره، حتی در دنیا که مثل من آدم هایی باشن که واسش نقشه بکشن، نمیدونم بخوام بهش سربه بزنن، از هر راهی هم بگین بچه وارد شدن، یعنی از هر مسیری که فکرشو بکنید اینا وارد شدن برای، نمیدونم چرا، ولی واقعا خیلی آدم مهمی نبودم، اما اینکه حسود خیلی زیاد داشتم، کلا تو زندگیم خیلی حسود زیاد داشتم. و شروع میکنن به علنی با شما دشمنی کردن، کارتون رو زیر سوال بردن، اینکه مثلا کارتون تقلبیه، یا مثلا اگه مثلا آشپز قنادی هست، آشپزی، شیرینی پزی، هر چیزی هستی، شروع میکنن به حالا اون چیزای تخصصیتون رو، چون دوستان شما بودن و از کار شما آگاه هستن، شروع میکنن به اون واژه‌هایی که شما به کار میبردید و از همون راه ضربه میزنن. چون همیشه اینو بدونید که دشمن دشمنه، اون کسی خطرناکه که اول دوست شماست و
و میاد به شما ضربه میزنه. چون دوست شماست از زیر و بم زندگیتون خبر داره و میتونه به نفع خودش قضیه رو تعریف کنه و قضیه رو بگه. این اتفاق میگم واسه منم حالا بارها افتاد، ولی یک ابزاری هستش که شما در مقابل تمام این قضاوت‌هایی که در موردتون میشه خیلی خیلی به دردتون میخوره. اگه تونستید به این کاری که من میگم انجام بدید این کارو و دقیقاً کاری که میگم نسبت به این حرکت‌ها انجام بدید، اون موقع است که مطمئن باشید شما اونا رو شکست میدید و تا یه جایی باز میان که ضربه بزنن، دیگه واقعا زورشون نمیرسه. وقتی دیگه زورشون نمیرسه شروع میکنن به یواش یواش دوباره با شما دوست شدن و برگشتن به قضیه، چون میبینن که دیگه تو شما دیگه واقعا دیگه زورشون به شما نمیرسه. این اتفاق واسه من خیلی افتاده، یعنی نمونه هایی که من دارم خیلی زیاده. میگم من واقعا خودم خیلی آدم مهمی نبودم، اما بچه‌ها خیلی از دوستانی که امروز دارم حتی تو اینستاگرام میان تو لایو شرکت میکنن کسانی هن که توی اون گروه ها بودن و من نمیشناختمشون نه هیچی، و الان اعتراف هایی که میکنن واسه من خیلی جالبه که مثلا میگن پندار اینا مثلا قرار میذاشتن که مثلا فردا ساعت 5 جلسه داشته باشن که مثلا موضوع جلسهش اینه که چطور چوب لاچرخی این بندازیم. فکر کنید عمق فاجعه رو ببینید. حالا منی که میگم یه حالا یه هنرجوی خیلی معمولی و ساده هم. و اونایی که کارهای خیلی حرفه‌ای‌تر انجام میدن و کارهای خیلی بالاترن، اونا دیگه با چه چیزهایی باید بابا خب برو اون بر دیگه، اونا دیگه با چه چیزایی باید مقابله کنن. پس اگه شما اینو میگم که شما خود در واقع شما اگه در چنین شرایطی قرار گرفتید، دوستاتون زیرابتون رو زدن یا برای علیه کار شما فضا سازی میشه، حتی بین دوستاتون شروع میکنن کارهای شما رو نقد کردن و اینا، نقد کردن بچه ها، نقد کردن، هیچ نقد کردنی در حداقل کشور خودمون مخصوصا بین هنرمندا برای پیشرفت اون عکاس یا اون هنرمند انجام نمیشه. فقط نقد کردن به خاطر اینه که بخوان به یکی ضربه بزنن، همین. و به اسم، چون نقد یک واژه است که واژه خیلی شیکیه و میتونن پشتش قایم شن و بگن خب ما داریم نقد میکنیم که شما هیچ ریاکشن نشون ندید و شما وایسید و اینا، خیلی این چیز وایسن رو روی شما و به شما ضربه بزنن، اون چیزایی که میگن. پس از من اگه میشنوید در هیچ گروه نقدی نباشید، شرکت نکنید، یعنی نه کاری رو نقد کنید و نه از کسی بخواید که کار شما رو نقد کنه. من بارها گفتم کسانی که خیلی میومدن، من از همه گروه ها اصلا رفت میدادم، گروه هایی که نقد عکس و اینا بود، چون در واقع گروه نقد عکس با عرض معذرت گروهیه واسه یه عقده گشایی و واسه اینکه این همه عقده که نسبت به حالا یه عکاسی، یه هنرمندی، حالا هر چیزی که هست داره، شخص بیاد اونجا و خالی بشه با گفتن این حرفا و نه تو کار گروه شرکت کنید و نه بخواید که عکستون نقد بشه. من در بهترین شرایط، یعنی دیگه خیلی طرف اصرار کنه که مثلا نسبت به عکسش یه ریاکشن نشون بدم، من در نهایتش همیشه میگم کاراتون عالیه، عکس هر عکاسی عالیه، اما در نهایتش میتونم بگم اگه من جای اون عکاس بودم شاید مثلا در اون شرایط عکاسی مثلا این حرکت انجام بیدم. در نهایت نظری که از من میشنون اینه، و شما هم بازم تاکید میکنم که نه شرکت کنید و نه بخواید عکستون نقد، کارتون نقد بشه. دوما این که کاملا بیخیال باشید نسبت به تمام ریاکشن هایی که به شما دارن، فضا سازی میکنن، شروع میکنن استوری کنن کارتون رو، به شما ضربه کنن، به ضربه بزنن و توهین کنن و اینا. شما یه گزینه‌ای داره این اینستاگرام به نام بلاک، برید و هر کسی که به شما پیام داد، چون اینا معمولا وقتی خودشون شروع کنن استوری کردن اینا هیچ ریاکشنی از شما نبینن، اون نوچه هاشون رو میفرستن سمت شما که مثلا یه جوری خلاصه شما رو سیخ بدن. شما هر کسی اومد سمتتون و هر موقع چنین چیزایی رو دیدید درجا بلاک کنید و خیشتندار باشید. اگه بتونید در این شرایط، در اون شرایط خیلی سخت خیشتندار باشید و هیچ ریاکشنی از خودتون نشون ندید، موفقید. چون در اون شرایطی که شما
نشون میدید بهشون که کاملا من نسبت اصلا شما رو آدم حساب نمیارم، اصلا واسه من مهم نیست که تو چی فکر میکنی یا چه چیزی استوری میکنی، اما واسه تو من خیلی مهمم که تو استوری تو هستم، حالا به هر اسمی. میدونی چی میگم؟ و این اشتباهی که اونا خیلی هم میکنن و این باعث میشه که من خیلی از دوستانی که امروز دارم و هنرجوهایی که با هم داریم کار میکنیم کسایی هستن که من اصلا نمیشناختم و از اون کارهایی که اون گروه ها اون آدم ها انجام میدادن اومدن دایرکت شدن. خب ببینیم پسره کیه که حالا اینقدر دارن در مورد مثلا عکسش حرف میزنن و فلان و اینقدر دارن در مورد صحبت میکنن و اومدن کارا رو دیدن و این ارتباطه. این که حالا چون آدما بچه‌ها میفهمن، یعنی وقتی یه نفر بیاد تو پیج من، من ببینید 2000 فکر کنم نه 900 تا 2800 تا پست دارم. میدونید چرا؟ چون از روز اولی که اصلا عکاسی رو شروع کردم اون شات‌های اولم همه هست و عمدن این کارو نکردم، یعنی چیزی رو پاک نکردم که هر کسی میاد توی این پیج من این روند پیشرفت رو ببینه و اینو بفهمه که من مثلا یک آدمی هم که مادرزادی عکاس نجومی نبودم، منم یکی مثل شما بودم ولی مثلا یکم زودتر شروع کردم به مطالعه کردن و تلاش برای این نوع عکاسی. تمام این عکسام از روز اولم کپشن داره، حتی اون عکسایی که با موبایل میگرفتم. من 3-4 ساعت رانندگی میکردم، واقعا میرسیدم مثلا به جایی، چون اون موقع دوربین نداشتم، گوشی موبایل داشتم، سونی زد اولترا داشتم اون موقع، با گوشی عکاسی میکردم و برمیگشتم خونه، میومدم عکس‌ها رو ادیت میکردم و میذاشتم. همه اون عکس‌ها هست، اولین تایم لپسی هم که گرفتم همه تو پیجم هست و دست نزدم بهشون. و این کسی که بیاد تو پیج شما یه چنین روندی رو ببینه، تلاش شما رو ببینه، مثلا شما اگه برید تو پیج یه شخصی ببینید که این هر هفته که نه هر یکی دو هفته یه بار کویره، بعد مثلا میره 3-4 روز عکاسیه، بعد لایواش و استوریایی که میذاره کاملا مشخص تلاشی که داره میکنه، کسی که 4 شب مثلا میره در اعماق کویر عکاسی میکنه میاد دیگه، اون نمیاد یه عکس مثلا فیک بذاره، این همه راه رفته اومده، اگه یه عکس خیلی معمولی هم بدون پردازش هم بذاره واسهش خیلی بهتره تا اینکه بیاد یه عکس تقل کار خودشو خراب نمیکنه، زخمی نمیکنه، میدونید. اما اون کسی دروغ میگه که مثلا میبینید کلا 10 تا پست داره، 10 تا پست هم مثلا یهو میبینید مثلا 50000 تا فالوور داره، 50k، چون عموما همه اینا از 50k شروع میکنن دیگه. اون روزای اول انقدر من پیشنهاد میشد با 500 تومن 50k، نمیدونم 300 تومن 30k، که به من میگفتن تو بیا از این شروع کن. من گفتم واسه چی؟ واسه مثلا تعداد فالوور؟ مگه من دارم مثلا کاسبی میکنم یا مثلا این پیج خیلی خیلی زشته؟ چون قطعا در آینده مشخص میشه پیجایی که تقلبیه و میبینیم دیگه، یا پیجاشون بسته میشه همه همونا، الان دوباره پیجاشون بسته، همه آدمایی که میان و حالا من اینو مثال میزنم چون چیز عینیه که واسه من اتفاق افتاد، پیجاشون بسته میشه یا اینکه دائما خودشون و این ریزشایی که دارن پیجاشون تابلو میشن اونجا. ولی خب متاسفانه مردم ما، البته بازم میگم واسه من اصلا مهم نیست اون مردمی که میخوان این طرز فکر رو داشته باشن که حالا مثلا طرف 30k داره یا 40k داره پس بهتره، اصلا من نمیخوام که طرف صحبت من باشه یا توی جزء دنبال کننده های من باشه، چون من در واقع ما خودمون دنبال کننده های خودمون رو انتخاب میکنیم که چه تیپی باشن، چه شخصیتی داشته باشن. و من بارها گفتم همه یه کسانی که میاین شب ساعت 2 شب لایو میذارم، یه 4-5 نفری هستین که همیشه هستین، شما هر کدومتون 10,000 لایک، نمیدونم اون لایک های فیک و فیلن اصلا نمیشه مقایسه کرد با اون وجود شما در اون ساعت و حضور شما در لایک. میدونید که من به راحتی میتونم چه پیجایی حالا پیشنهاد ادمین بودن میدن، اینو من اصلا دنبال اینجور چیزا نبودم و نیستم. پس شما هم اینو با خودتون دو تا چهار تا کنید، اگه هنرتون هر چیزی که هست رو دارید شروع میکنید و قدرت این رو دارید که در مقابل اون برخوردها، اون رفتارهایی که حسوداتون انجام میدن کاملا بیخیال باشید و در نهایتش یه بلاک بزنید، بلاکشون کنید،
اگه این قدرت رو دارید پس میتونید موفق بشید، اما اگه نه بیایید خودتون رو ثابت کنید. مثلا قطعا حق با شماست، قطعا مستنداتی که شما دارین خیلی خیلی نشون میده که شما آدم درستی هستید، اما هرگز ارائه نکنید، چون ارائه کردن یعنی این که دارید خودتون رو ثابت میکنید. من بعد از اینکه هر سری استوریایی میذاشتم واسه من و شروع میکردم به حالا توهین کردن و هزار تا چیز دیگه، دعت همون موقع اگه کسی به من میگفت آره اون عکسو میشه خامتو من نشون بدی، من میگفتم نه نمیتونم نشون بدم، هیچ عکسی رو نشون نمیدادم. من میذاشتم این قضیه که تموم شد، مثلا یکی دو ماه از این داستان گذشت، اگه کسی میومد توی لایو و عکسی رو میخواست یا تایم لپسی رو میخواست، من میرفتم فایل خامو بهش نشون میدادم، فقط به خاطر اینکه ببین شما اون شخصی که میاد و دنبال اینه که من تایید بشم یا نشم اصلا واسه من مهم نیست، هرگز واسه من مهم نیست. و بنابراین اون لحظه ها اگه از من کسی فایل خام بخواد، حالا چه ویدیو و چه عکسی، هر چیزی، چه تایم لپس، اینا اصلا ارائه نمیدم، میگم آقا من الان به شما عکس خام نشون نمیدم، به همین راحتی. شما هم میتونید کار انجام بدید، یعنی این کار انجام بدید. چرا؟ اگه فقط کافی یک بار قطعا حق با شماست، چون اگه حق با شما نباشه که اون طرف اون استوری گذاشتن و اون همه داستان ایجاد کردن و اینا مشخصا حق با شماست و منتظرن که شما یه ریاکشن نشون بدید، بیایید مثلا عکس خامو نشون بدید، اما شما این کارو نکنید، اون لحظه ها حداقل این کارو نکنید، چون از اون به بعد هر سری یه داستانی در میارن و این همین باعث میشه که ذهن شما درگیر بشه. یه هنرمند اولین چیزی که در زندگی هنریش و کلن زندگیش باید داشته باشه آرامشه، چون در آرامش هستش که خلاقیت میاد به ذهنش، در آرامش هستش که میتونه برنامه ریزی کنه و در آرامش هستش که میتونه اهداف خودش رو پیاده کنه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. من هر جایی که ببینم ذره از آرامش من کم میکنه، بدون توجه به مبلغش و هر چیز دیگه، هر امکانات دیگه، درشو میبندم میذارم کنار به همین راحتی. چون مخصوصا رو عکاسی هایی که حساسه و بسیار سخته، مثل عکاسی نجومی که شما اگه یک دیدید که من تو این لایف ها میبینید که استوری ها بعضی ها نشون میدم که چه خطاهایی، مثلا یه باتری مقر یه جاهای یهو تموم میشه و باعث میشه چه آسیبی به کل اون شب عکاسی میزنه. یه باتری خیلی ساده که مثلا شاید شما 100 تاش هم تو کیفتون باشه، ولی اونجا مثلا دارید میرید این پاور بانک مثلا تا نصف شارژه و مثلا دوستتون میاد گوشیشو با پاور بانک شارژ میکنه و یهو شما پاور بانک ندارید که این مقرتون حرکت کنه، و این یعنی اینکه کل اون شب عکاسیتون خدا نگهدار تاست. یه مثال ساده زدم، ها، یه مثال ساده از یکی از تجهیزات. پس آرامش، آرامش، آرامش مهمترین فاکتور، مهمترین چیزیه که یه هنرمند باید داشته باشه و هدف تمام حسودای شما، هدف تمام دشمنای شما اینه که چون به این قضیه واقفن و میدونن که باید برای اینکه جلوی پیشرفت شما رو بگیرن باید آرامش شما رو به هم بزنن، به خاطر همین با مخاتون بازی میکنن و شروع میکنن حالا مثلا به این داستانا و این استوری میذارن آقا فلانه، شروع میکنن به شما رو سیخ دادن که خلاصه یه جوری از این کوره در برید، از این تمرکزی که الان دارید خطرناکه واسه شون. بنابراین پیشنهاد من بهتون اینه که یه گزینه‌ای داره به نام بلاک، هر جایی دیدید هر کسی اظهار نظرید کرد نه جوابشو بدید، چون شما که جوابشون رو نمیدید اینا کلافه میشن. اصلا هیچ چیزی بدتر از این نیستش که جواب کسی رو ندید، جواب کسی رو که پاسخ شما واسش مهمه، حالا این پاسخ منتظر پاسخ شماست، شما اینا رو تو خماری بذارید و با گزینه بلاک شما یک نفر از در کل این عکاسی های من تو این چند سال یک نفر نمیبینید که از اینایی که توهین کنن و من بیام مثلا بهش ثابت کنم، جز یه داستانی که مال اون قضیه اون عکاسی، اون کسی بود که دوربین میفروخت که من یک فیلمی رو بنده خدا اونجا رو دیگه نمیدونست که من فیلم گرفتم، چون من از اون لحظه ای که اون پرداختار رو داشتم فیلم داشتم و از لحظه ای هم که اون دوربینه
خراب رو به من داد فیلم داشتم، این دیگه آچمز شد و هرگز فکر نمیکرد که من اون لحظه هم فیلم گرفته بودم، چون که داشتیم فیلم در واقع یه فیلم مستند داشتیم میساختیم از شانس بد اون شخص، و تو این فیلم مستند یه روند کار خدافظ کجا بری تا نه در اون فیلم مستند روند کار روند فیلم یه طوری بودش که اینا هم تو یه قسمت این فیلم بودن و این یادش رفته بود و اومد روی گزینه یه دست گذاشته بود که آره اون فلانی این کارو کرد. بعد من تنها کاری که کردم گفتم به همه بچه‌ها، چون خیلی از دوستانی که فالوورها اینا خیلی ناراحت شدن که خب چرا تو ریاکشن نشون نمیدی نسبت به اینا، و من یه دونه لینک فقط استوری گذاشتم که اگه میخواید فیلم فلانو ببینید برید توی این خدافظ اگه میخواید فیلمو ببینید برید توی این لینک آپارات و فیلمو ببینید، و این آچمز شد این قضیه. خب پس این یه بارم مال اون بود، هرگز خودتون رو به کسی ثابت نکنید، چون آرامش شما یه چیزیه که تمام پیشرفت شما تو کارتون، تمام حرفه‌ای شدن تو کارتون در لحظه‌ای هستش که شما آرامش دارید، لحظه‌ای که آرامش کامل دارید و نشستید تو خونه دارید استراحت میکنید یا دارید حالا فکر میکنید، اون آرامش ذهن باعث میشه شما تصمیم درست رو بگیرید و هدف درست رو بچینید. پس این کار رو، این تجربه رو بهتون گفتم بگم که خیلی از ماها، شاید خیلی از هنرجوهای الان دیگه جدیدن هنرجوها از همون استپای اول با این داستان رو روبرو میشن و خیلی سختم هست. خب خیلی ها نمیدونن این رو، من این رو گفتم که شما به این پیشنهاد رو بدید به هر دوستاتون. حالا میگم هنر هیچ فرقی نمیکنه، یه طراح، یه نقاش، یه شیرینی پز، یه کسی که صنایع دستی انجام میده، یه کسی که آواز میخونه، هر چیزی بدونید، هر هنری واسه خودش این دشمنا و این داستانا رو داره. موسیقی واسه خیلی بدتر از عکاسیه، یعنی من اون چیزی که در موسیقی دیدم، اون دشمنی ها و اون کارشکنی ها واقعا دیگه تو عکاسی نبود. یعنی من فکر میکردم که واقعا تو عکاسی بالاترینشه، اما موقعی که در موسیقی دیدم واقعا چه کارهایی میکنن و چطور همدیگه رو زیر سوال میبرن و اصلا موضوعاتی هم که به همدیگه اصلا ربطی ندارن. میدونید مثلا من یه هنرجوی نجومم، یعنی هنرجوی عکاسی نجومم، یکی عکاسی مثلا پورتره است، یکی مثلا عکاسی یه چیز دیگه است. من هیچ وقت نمیام به اون عکاسی پورتره مثلا کلیت کنم که آقا فلان، یعنی حداقل تو عکاسی اینطوریه که همسنفا میان واسه هم دیگه میزنن، نه اینکه حالا رشته ها فرق کنه، که توی موسیقی اینطوری نیست. تو موسیقی یعنی طرف هر چی دایره دنبک هم دستش باشه با اون یکی مثلا کیبورد میزنه رو میاد شروع میکنه به کار شکن، یا این قطعه از اونجا بوده و بعد میگرده مثلا طرف. یک هفته من دیدم طرف داشت مثلا میگشت که اون باگر رو مثلا تو کار فلانی پیدا کنه. من یه جمله بهش گفتم تو این یک هفته اگه به جای یک هفته یک روز واسه خودت زمان میذاشتی، حداقل الان دو سه تا پله اومده بودی بالاتر. و خب این همون داستانیه که چون تجربه کم باعث میشه که درگیر حاشیه بشی. پس اینو یادتون نره حتما. من این لایو سیو میکنم میذارم تو اون پیج در مورد عکاسیم، چون خیلی مهمه و خیلی از شما اذیت هنوزم دارید اذیت میشید و توی دایرکت ازم گفته بودید که راهکارش چیه، من باید چیکار کنیم و اینا، اینو گفتم که بهتون بگم و خیلی ناراحت نباشید. اینو بدونید در حالت کلی که اگه شما دارید مسیری رو میرید، حالا چه عکاسی باشه میگم چه هر رشته‌ای، مسیریتون رو دارید میرید اما هیچ دشمنی ندارید و اینا، بدونید مسیرتون اشتباهه، چون فقط در مسیر موفقیت هستش که دشمنا میان شروع میکنن به کارشکنی، دوستاتون شروع میکنن به مثلا بعضی از دوستای صمیمیتون حتی انقدر حسادت بهشون وارد میشه که از یه جای دیگه میذاره بیرون، مثلا یه جای دیگه گیر میدن بهتون، مثلا حالا هر تو زندگی روزانه‌تون عادیتون کلید میکنن به یه چیز، آره اونجا چرا فلان کاری کردی، این حسادت دیگه نمیتونن تحمل کنن دیگه، خلاصه یه جوری باید خالی کنن. مخصوصا دوستا متاسفانه، من خیلی متاسفم که البته این حرفو میزنم، اما تو عکاسی
حالا اینطوری بوده که دوستا خیلی خیلی به صورت نامحسوس بهتون ضربه میزنن و شروع میکنن به حالا کارشکنی براتون. کسانی که شاید هرگز فکرشو نکنید متوجه میشید که دارن میان از زندگی شما خبر دارن و شروع میکنن به ضربه زدن. خیلی از ضربه ها رو از دوستانتون میخورید. به خاطر همینه که یواش یواش وقتی کلن آدمایی که میبینید حرفه‌این، آدمایی که یواش یواش بالاتر میرن دیگه تنها تر میشن، دور و برشون آدم های کمتری رو قبول میکنن و همیشه تو انزوا هستن، گیر آوردنشون سخته و صد بار زنگ بزنید این ور اون ور و از اون کنجی که هستن اینا رو بکشونی بیرون و این طبیعیه این قضیه، مخصوصا تو ایران که دیگه میبینیم دیگه. من به شخصه میگم، یه مثال خیلی ساده میزنم و این لایو رو تموم میکنم که تایم ویدیو زیاد نشه و که بشه سیوش کرد. من افتخار میکنم به مردم نیشابور و کاری کردن که من تا آخر عمرم هرگز فراموششون نمیکنم، از اینکه بنری که واسه من زده بودن در سطح شهر نیشابور، از لحظه ای که ما برنامه داشتیم در آرامگاه خیام و اومدن اون جمعیت، من اصلا مات و مبهوت داشتم نگاهشون میکردم. یعنی وقتی من از ماشین پیاده شدم فقط میترسیدم برم تو جمعیت، و اما متاسفانه مردم شهرم هیچ، این همه رسانه‌هایی که رسانه‌های از مازندران بگیر، از همه پیج‌های مازندران که از عکسای من تغذیه میشن، همشون اون اولا همشون از عکسای منه، بگی برید نگاه کنید، و همشون میگفتن آقا ما جبران کنیم جبران. خب کی باید جبران کنی دیگه؟ انتظاری که من مثلا داشتم ازشون چی بود؟ اینم بگم که اگه من، حالا اینجوری بگم بهتر، اگه من توقعم نسبت به مردم شهرم بالا بود و انتظار خیلی زیادی داشتم ازشون، الان حالم خیلی بد بود و سعی کردم، من دیگه سعی میکنم اون نقاط تاریک زندگی رو نگاه نکنم، چون آرامش واسه من خیلی مهم، کار من، پیشرفت و کارم انقدر واسه من مهمه که نمیذارم هیچ چیزی خرابش کنه، حتی این فکری که مثلا چرا مثلا فلانی این کارو نکرد، چرا مثلا به راحتی میشد حمایت بشه این قضیه. هیچ حمایتی تا الان حتی در حد یک امضا هم نه از کسی خواستم و نشدم، یعنی همه این کارا رو خودم انجام دادم تنها و در واقع خودم این کارا رو انجام میدم که همه بدونن که میشه تنهایی هم رفت، سخته، ولی باید یه سری چیزا رو، رفتاری رو باید حتما داشته باشید. قوی بودن بچه ها، تفاوت انسان‌های موفق و انسان‌های معمولی، چون بعضی از انسان‌ها هستن که فوق‌العاده هنرمندن ولی خب یک انسان معمولی هستن، اما بعضی هستن همون انسان‌های هنرشون هم دارن ولی آدم‌های قوی هستن. قوی بودن در واقع اینجاست، یعنی اینجای کاره که اون قوی بودن خودشون نشون میده و باعث میشن که متوجه شن، یعنی اون تفاوت اینجاست. مرسی از همه شما، مرسی. پس اینو یادتون نره که اگه به انزوا رفتید، اگه میبینید تنها شدید تو کارتون، هیچ حمایتی ازتون نمیشه و میبینید که غریبه هایی که کسانی که شما رو هرگز نمیشناسن اما کارتون رو میبینن، خوششون میاد و میان عاشق کار شما میشن، بدونید که دارید مسیر درست میرید و این مسیر درست اینه. و متاسفانه خب من این سختی ها هست و خیلی فرقه که در قله کوه به دنیا اومده باشی، مثال میزنم مثل ایرج، پسر ایرج، احسان خواجه امیری دیاره، باباش ایرج بود و با اولین نه دومین آلبوم میاد در رده اول مثلا ایران قرار میگیره، اما من انسانهایی رو میشناسم که مخصوصا تو موسیقی و آواز به قدری با استعدادن و به قدری تلاش میکنن واسه کارشون که تمام عمرشون در مسیر قلن، ولی اون در قله به دنیا اومد و قطعا به راحتی هم کاراش دیده میشه و پخش میشه. اینو گفتم یه مثال بزنم که بدونید و قوی باشید. قوی بودن اینجاست. من افتخار میکنم به مردم نیشابور و دست واقعا یکایکشون رو میبوسم، به خیام که اصلا اون آرامگاهشو و اون اتفاقی که اونجا افتاد واقعا یک نقطه عطفی در زندگی من بود. من یکی دو تا
اتفاق همینطوری خیلی خوب افتاد تو زندگیم که در واقع نقطه اوج اون خواسته هام از اون هنر یا از اون تحصیلم بود. یکیش که استکهلم بود 2012 و یکی هم آره حیات و یکی هم که خیام. و فکر نمی کنم یه منجم یا یه عکاس نجومی در ایران خواسته بالاتر از این داشته باشه. اگه 1000 تا عکسمو ناسا و این ور اون ور میخواستم بزنن تو سایتشون واسم مهم نبود که نشستن در کنار خیام و صحبت کردن در مورد نجوم واسه من مثل یک رویا بود. یعنی اون لحظات واسه من ثانیه به ثانیهش ارزش داشت و ثانیه به ثانیهش واسه من تو زندگی من ثبت شد. گفتم اینا رو بگم. فعلا آره حیاتم که تازه الان یکم شلوغه. خب فعلا من برم نهار بخورم. یعنی اون خواهرم اینا اومدن نهار خوردن رفتن و هنوزی و باز لایو رو از لپتاپ ادامه میدیم. فعلا خدا نگهدار. اینو این لایو رو سیو میکنم در پیج اینترستلار فوتوگرافی تور قرار میدم. امیدوارم هر کاری میکنید موفق و سلامت باشید. اینو بدونید که در نهایت همه اینا اینه که شما آرامش داشته باشید و سلامت باشید. فعلا خدا نگهدار. خواهش میکنم. خدا نگهدار.